وهابی ها در طول تاریخ خود با تکیه بر اندیشه و اعتقادات انحرافی خود هزاران مورد جنایت فرهنگی، دینی، تاریخی و ضد دینی مرتکب شدند. حمله به شهر مقدس کربلا از جمله این جنایت ها به شمار می رود که در تاریخ ثبت شده و گوشه از چهره واقعی وهابیت را برملا کرده است. حمله وهابی ها به شهر مقدس کربلا اقدامی شنی و بزرگترین فاجعه تاریخ کربلا بعد از آشورا بود که تاریخ نویسان آن را آشورای دوم نام نهادند. تعرضهای وهابیت به عراق و شهرهای مقدس حدود ده سال به طول انجامید ماجرا از این قرار است وهابیان که مترصد ورود به شهر مقدس کربلا بودند در هجده زلحجه سال 1216 وقتی مردم شهر برای زیارت امیر مؤمنان حضرت امام علی علیه السلام به شهر مقدس نجف رفته بودند وارد شهر شده دست به غارت اموال مردم و تخریب گنبد امام حسین علیه السلام و زریه متحر زدند سید محسن امین در کتاب اعیان این چونین می نویسد و به زور وارد کربلا شدند مردم آنجا را به خاک و خون کشیدند و جز عده کمی که فرار کردند یا مخفی شدند دیگران را کشته و مجروح کردند قبر متحر امام حسین علیه السلام را ویران کرده شبکه های زریح متحر را کندند و اموال آنجا را سرقت کردند و هرچه از اموال بود را با خود بردند آنان با این کار اعمال متوکل عباسی نسبت به قبر مقدس امام حسین علیه السلام را زنده کردند تقریبا همه منابع تاریخی کشتار کربلا را در سال 1216 ذکر کردند و برخی نقل کردند که در خلال این حمله 7000 تن از دانشمندان و فاضلان و بزرگان و سادات و مردم کوچه و بازار به شهادت رسیدند. بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام در پی نام نهادن 19 همه زلحجه به روز جهانی مظلومیت کربلا به جهت گرامی داشت این روز فرمودند یورش وحشیانه و بیخردانه وحابی های کینتوز به شهر مظلوم کربلا تکرار دنباله وحشیگری بنی اومیه در روز آشوراست سعید بهاری اخبارشیه